سه‌شنبه شب مانند چند ماه گذشته مردم در تهران و در محلات مختلف شروع به شعارهای شبانه دادن علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای کردند. در این میان در سنندج و شیراز مردم با تظاهرات شبانه مخالفت خود را با حکومت ابراز داشتند و در تحول دیگر با وجود درخواست گروه زیادی از زندانیان و فعالین سیاسی از فرهاد میثمی پزشک و زندانی سیاسی 4 ساله برای پایان اعتصاب قضایش که وضعیت فیزیکیش را وخیم کرده و عکس‌های هفته گذشتهش خبرساز شد، ضیا نبوی زندانی سیاسی سابق نوشت فرهاد میثمی از زندان با او تماس گرفته و در واکنش به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب قضا ضمن تشکر از همه گفت قول می‌دهم در ادامه کنش با تمام توان مراقب سلامتی‌ام باشم. به افزود فرهاد میثمی همچنین از همه خواست که جهت توجه به سمت مطالبات کنش باشد و اینکه چگونه میتوان در راه تحقق آنها قدم مؤثری برداشت. فرهاد میثمی از سال 97 که به علت مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده تا به حال یک بار هم اجازه آمدن به مرخصی را پیدا نکرده است. اما در تحولی دیگر قرار است روز جمعه 10 فوریه 8 چهره از مخالفین جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، شیرین عبادی، علی کریمی، گلشیفته فراهانی، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی با برگزاری نشست مشترکی به موضوع آینده جنبش دموکراسی خواهی ایران در دانشگاه جورج تاون به مدیریت کریم سجادپور بپردازند. این اقدام از سوی آنها گامی در راه همبستگی تلقی شده است، هرچند که مشخص نیست مبنای دعوت کریم سجادپور که خودش در گذشته از روند اصلاحات و دولت خاتمی و روحانی حمایت می‌کرده از چه بوده است. وزن سیاسی این 8 نفر کاملا متفاوت است. شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی در این جمع است که بیش از 40 سال فعالیت سیاسی دارد و این فعالیت هم در سطح ملی بوده است و همچنین تنها کسی است که در تظاهرات در سالهای گذشته در شهرهای مختلف از او و میراث سیاسیش حمایت شده است. اکثر نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد که فقط شاهزاده رضا پهلوی در این گروه مورد اقبال گروه‌های مختلف مردمی و حتی برخی از افراد درون ساختار حکومتی است و بقیه نتوانستند چندان توجهی در داخل کشور برای موفقیت رهبری سیاسی به منظور ایجاد تغییرات بزرگ در ساختار سیاسی کشور جلب کنند. اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که از چهره‌های تندرو اصولگرا میباشد در نشست خبری خود با رسانه‌ها با بیان این موضوع که در انتخابات آینده میزان مشارکت افزایش خواهد یافت، مسائل اجتماعی و اقتصادی را عاملی برای کاهش و افزایش مشارکت در انتخابات دانست. به دلیل کاهش حضور مردم در انتخابات را رفتار حسن روحانی دانست و اظهار داشت معتقد است که بعد از این تجربه مشارکت در انتخابات بعدی افزایش چشمگیری خواهد داشت. این فعال سیاسی همچنین با دفاع از مصوبه مولدسازی که انتقادات زیادی درباره آن وجود دارد اظهار داشت سرمایه‌های راکد بسیاری وجود دارد که باید به سرمایه‌هایی با ارزش افزوده تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد. وی در این حال تصریح کرد این دارایی‌ها باید به مردم واگذار شود و اگر دولت بخواهد تاجر، کارخانه‌دار یا سرمایه‌گذار خوبی شود، نخواهد توانست. وی تصریح کرد اقتصاد باید مردمی شود تا پیش برود. گرچه مشخص نیست که منظور بادامچیان از اینکه دولت نباید این دارایی‌ها را بخرد چیست. وی توضیحی در این باره نداد که دولت چگونه می‌تواند دارایی‌هایی را که خود او می‌خواهد آنها را بفروشد خریداری کند. وی تصریح کرد اگر دولت سرمایه گذاری کند و این دارایی‌ها را بخرد، رقیب مردم خواهد شد. احتمالاً مقصود وی نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان میباشد. بادامچیان در بخش دیگری از سخنانش به بحران‌های آمریکا اشاره کرد و با اشاره به اینکه دعوای بایدن و ترامپ نه دعوای دو فرد بلکه دعوای دو حزب سیاسی آمریکاست اظهار داشت نظام حکمرانی دو حزبی در آمریکا از بین خواهد رفت.
وی همچنین با اشاره به بیش از 35 تریلیون دلار بدهی آمریکا این کشور را کشوری ورشکسته دانست و گفت آمریکا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی رسوا شده است. وی به کشته شدن افراد توسط اسلحه در آمریکا اشاره کرد و گفت به دلیل حمایت کارخانه‌های اسلحه سازی کسی نمی‌تواند در مقابل آنها بایستد. او در ادامه مدعی شد که ایران در سال جاری سخت‌ترین درگیری را با آمریکا داشته و او را شکست داده است. بادامچیان صراحتاً روحانی را مقصر عدم شرکت مردم در انتخابات دانست و با بیان اینکه فعالیت انتخاباتی در زمان انتخابات شکل می‌گیرد گفت در انتخابات بعدی مشارکت افزایش خواهد یافت. وی انتخابات را پر از رقابت‌های شدید در درون اصولگراها و اصلاح طلبان دانست و تصریح کرد راهی هم غیر از این انتخابات وجود ندارد. دبیر کل حزب مؤتلفه همچنین با ابراز تأسف برای خاتمی اظهار داشت کسی که حتی باور نداشت که رئیس جمهوری می شود اما رئیس جمهوری شد و در 8 سال ریاست جمهوری خود به حرفهایی که زد عمل نکرد. با این وصف به گونه ای عمل نکرد که نظام او را حفظ کند. به اظهار داشت او با رفتارش موجب شد که در نظام جایی نداشته باشد و رهبری هم از او استفاده نکند. بادامچیان افسود وی 10 سال پیش اعلام کرده است که اصلاحات مرده اما کسی باور نکرده است. به افسود اصلاح طلبی تمام شده و اصولگرایی شعاری هم به پایان رسیده است. وی تصریح کرد در گام دوم انقلاب اسلامی باید تحولات جدی صورت پذیرد. گرچه بادامچیان به عنوان دبیر کل حزب مؤتلفه که همیشه با روی کار آمدن شخصی مانند خاتمی مخالف بودند، خاتمی را در اجرای وعده‌های انتخاباتی ناتوان معرفی می‌کند، اما این نکته را ناگفته می‌گذارد که کسانی که موجب این شکست اصلاحات یا به قول وی مرگ اصلاحات شدند، گروه‌هایی مانند مؤتلفه و امثال آن بودند که با کارشکنی‌های سیاسی اقتصادی و تخریب رسانه‌ای و جنگ تمام یاری که علیه اصلاحات به راه انداختند این وضعیت را به وجود آوردند. اینکه وی تاکید دارد که انتخابات آینده پرشور خواهد بود به این معنی است که به عنوان دبیر کل یکی از مهمترین گروه‌های سیاسی در ایران حتی این موضوع را متوجه نشده که مردم از جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی و انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی خسته شده و از آن عبور کردند و اگر همه آنها به صورت میدانی در اعتراضات حضور نداشتند به معنی رضایت آنها از جمهوری اسلامی یا امیدواری آنها به انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی نیست. در شرایطی که وضعیت دارویی کشور روز به روز وضعیت نامناسب تری را تجربه می کند، مدیران امور دارویی کشور همچنان از بدتر شدن وضعیت دارو خبر می دهند. حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به نگرانی از وضعیت دارو در سال آینده اظهار داشت، علاوه بر نگرانی درباره کمبود دارو به دلیل اجرای طرح دارویار و آزادسازی نسبی قیمت داروها و یا خارج کردن دارو از ارزهای ارزان موجب تشدید وضعیت وخیم دارویی در کشور شده است. به اظهار داشت علارغم هشدارهای داده شده هیچ اقدام عملی برای تامین منابع مالی کم بهره برای تولید کنندگان دارو صورت نگرفته است. رئیس انجمن داروسازان کشور همچنین با اشاره به مشکل نقدینگی وارد کنندگان دارو و مواد اولیه دارو تاکید کرد چشمانداز دارویی کشور در سال آینده بسیار نگران کننده است. این مدیر دارویی همچنین اظهار داشت که در زمینه مدیریت نظام سلامت نه تنها سیاست روشن دراز مدت و کوتاه مدت وجود ندارد بلکه نظام سلامت سیاست میان مدت هم ندارد. به افزود مدیران و برنامه ریزان و مجریان نظام سلامت حتی از وضعیت 3 ماهه دارویی کشور بی اطلاع هستند و به سختی می توانند بر اساس داده های عینی و مطمئن وضعیت دارویی کشور را ارزیابی کنند. خویی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بودجه‌ای که برای دارو در سال 1402 در نظر گرفته شده نیمی از حداقل عددی است که سازمان غذا و دارو و برنامه ریزان دارویی برای تأمین کف بازار دارویی کشور در نظر گرفتند اظهار داشت چنین شرایطی وضعیت دارویی و سلامت را بیش از پیش نگران کننده می کند. وی در این حال خاطر نشان کرد این در شرایطی است که اتفاق فوق‌العاده‌ای مثل موج جدیدی از کرونا پیش نیاید
چون در این صورت مدیریت این بیماری بخش اعظم بودجه دارویی را خواهد بلعید. خواهی تصریح کرد بودجه‌ای که برای دارو در نظر گرفته شده به زور می‌تواند نیمی از بازار دارو را تأمین کند. وی همچنین با ابراز نگرانی از کمبود دارو و تأکید بر اینکه بودجه‌ای که برای دارو در نظر گرفته شده به زور می‌تواند نیمی از بازار دارو را تأمین کند، با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سلامت را حق آحاد مردم می‌داند، تأمین دارو و تأمین سلامت مردم را وظیفه دولت دانست. این اظهارات در حالی عنوان می شود که در حال حاضر هم مشکلات گسترده‌ای در زمینه تامین دارو وجود دارد. ساده ترین داروهای مورد استفاده افراد کمیاب هستند و بیماران حتی برای تهیه داروهای ساده سرماخوردگی با مشکل مواجهند. سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی مهمترین عامل و مانع دسترسی ایران به منابع مالیش برای خرید داروست. در این میان گرچه برخی کارشناسان این اظهارات را زمینه سازی نهادهای دارویی برای افزایش قیمت دارو می‌دانند که در حال حاضر هم قیمت آن به شدت افزایش یافته، با این حال وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دارو گران نخواهد شد، به نظر می‌رسد همچنان در صدد است تا قیمت‌ها را پایین نگه دارد، گرچه تجربه نشان داده که حتی وزارت بهداشت هم حریف رانت‌های دارویی کشور نمی‌شود. با وجود چالش‌های جدی در زمینه دارویی، وزیر بهداشت به جای آنکه دغدغه حل مشکلات سلامت مردم را داشته باشد و به جای اظهار نظر در خصوص وضعیت سلامت، دغدغه حجاب و پوشش کارمندان و کارکنان خود را دارد. در شرایطی که مردم برای تهیه قرص سرماخوردگی به ویژه در غیر کلان شهرها با مشکلات جدی مواجهند، عین اللهی وزیر بهداشت که از جمله افراد متعلق به جبهه پایداری می باشد، در تهدیدی علیه بی‌حجابی زنان گفت موضوع رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده است و رعایت نکردن قانون حجاب تخلف است و در اعتبار بخشی مراکز خصوصی موضوع فرهنگ نیز در نظر گرفته شده و اگر مرکز خصوصی مسائل فرهنگی از جمله حجاب را رعایت نکنند، امتیاز لازم برای اعتبار بخشی را کسب نخواهند کرد و ممکن است بیمارستان تایید نشود. این سخنان وزیر بهداشت نشان از حراس روزافزون حکومت از سرپیچی زنان از رعایت ارزش‌های فرهنگی حکومت دارد و برخلاف ادعای مقامات که می‌گویند زنان خود حجاب را انتخاب کردند، اکنون فقط با تهدید و داغ و درفش و تعطیلی مراکز بهداشتی می‌خواهند زنان را وادار به رعایت حجاب اجباری کنند. با افزایش تنش بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر نیروگاه هسته‌ای فوردو و افزایش توان غنی‌سازی 60% اورانیوم ایران که گام بزرگی برای رسیدن به توان تولید سلاح اتمی است و به نظر بسیاری کارشناسان امکان احیای توافق هسته‌ای را عملاً بسیار اندک ساخته، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی در مؤسسه چتم هاوس در لندن به تبعات ناشی از عدم انجام توافق اشاره کرد و خواهان گفتگوی فوری میان مقامات ایران و آژانس برای حل مسائل هسته‌ای شد. او افزود که در شرایط موجود باید او خیلی زود به تهران برود تا توانایی بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران از جمله فوردو را بازیابی کند. گروسی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در دو دستگاه سانتریفیوژ در مرکز هسته‌ای فوردو گفت تغییراتی که در این کارخانه انجام شده باید گزارش می‌شد. حالا این مرکز قابلیت‌های جدیدی پیدا کرده و بنابراین باید بازرسی بیشتری در آن انجام شود. گروسی با ابراز ناامیدی از روند احیای برجام گفت که مقامات جمهوری اسلامی در موارد بسیار حساس مانع از بررسی بازرسان آژانس شدند که این تصمیم بسیار نگران کننده است. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه‌ای که برای اعضای خود ارسال کرده بود از اقدام مخفیانه ایران به تغییر ساختار آبشارهای سانتریفیوژها در سایت فوردو جهت دستیابی به غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داده بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این گزارش را تکذیب کرد و گفت که در این گزارش خطای انسانی رخ داده است. جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در برخی مراکز هسته‌ای را خاموش کرد و اجازه حضور بازرسان در این مراکز را نداد.
جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته تصمیم گیری قاطعی در حل این مسئله انجام دهد و اگر این روند ادامه یابد میتواند منجر به تحریم‌های گسترده و سازمان مللی علیه ایران شود و حتی میتواند منجر به درگیری نظامی شود. جمهوری اسلامی مملکت و منابعش را مسخر سیاست هسته‌ای کرده و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده است. با گذشت 3 روز از زلزله‌ای که بخش‌های گسترده‌ای از ترکیه و سوریه را لرزاند، 10,000 نفر تاکنون کشته شدند و 10,000 نفر نیز زخمی شدند و عملیات امدادرسانی برای نجات قربانیان همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با توجه به محبوس بودن شمار زیادی از افراد در زیر آوار، برآورد می‌شود این رقم افزایش زیادی بیابد. در پی سرمایه شدید هوا و کندی عملیات نجات، نگرانی ها برای جان افرادی که هنوز زیر آوار هستند افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که امدادگران هنوز نتوانستند به تمامی مناطق زلزله زده در ترکیه و سوریه دسترسی پیدا کنند. دولت ترکیه هم در 10 استان حالت اضطراری اعلام کرده است. همزمان کاروانهای امدادی و محموله‌های کمکی از دیگر کشورها وارد خاک ترکیه شدند. در حالی که در سوریه و در منطقه تحت کنترل مخالفان که زلزله رخ داده، نبود امکانات کمک رسانی باعث کندی شدید عملیات امداد شده است. ایران و اسرائیل نیز پروازهای امدادی متعددی را روانه ترکیه کردند و در یک مورد هواپیمای دو کشور در یک زمان در فرودگاه ترکیه مشغول تخلیه بار بودند. به گزارش CNN، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه شب در سخنرانی سالانه خود که در کنگره آمریکا ایراد شد، از کارنامه 1 ساله خود در احیای اقتصاد کشور دفاع کرد. این اولین سخنرانی سالانه آقای بایدن در کنگره پس از شکست دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان و از دست دادن اکثریت مجلس محسوب می‌شد. او خطاب به جمهوری خواهان گفت دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم با هم در این کنگره جدید کار کنیم. وی همچنین به مسائل فرار مالیاتی کمپانی‌های بزرگ و نیز کاهش بدهی دولت پرداخت و کمتر از همیشه به مسائل سیاست خارجی پرداخت و بیشتر از همه به موضع آمریکا در مورد مسئله چین پرداخت و از تجاوز پوتین به اوکراین نام برد، ولی به ایران و خاورمیانه و مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره نکرد. به همچنین به تشریح موضع آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین و مسئله چین پرداخت. بایدن در این سخنرانی 73 دقیقه‌ای خود از لوایح دولت برای محدود کردن هزینه‌های انسولین برای تمامی آمریکایی‌ها، مقابله با تغییرات آب و هوایی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها و همینطور ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی خبر داد و از نمایندگان کنگره خواست که از او حمایت کنند. وی همچنین به تلاش برای حمایت از حق خودخواسته سقط جنین اشاره کرد و گفت اگر کنگره حق سقط جنین را در سطح ملی ممنوع کند، شخصاً آن را وتو خواهم کرد. این در حالی است که جمهوری خواهان منتقد جدی سیاست‌های آقای بایدن هستند و در تمامی جبهه‌های یاد شده احتمال تصویب لوایح دولتی حتی کمتر از زمانی است که کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها بود. بایدن در سخنرانی خود در اشارات مختصری به سیاست خارجی و از جمله در رابطه با چین سخن گفت و اشاره کرد که برای رئیس جمهوری چین روشن کردم که به دنبال رقابت هستیم، نه درگیری. آمریکا در نوآوری‌ها و صنایع آینده‌سازی که دولت چین قصد سلطه بر آنها را دارد، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده. این در حالی است که بایدن چند روز پیش به ارتش دستور داد یک بالون مزنون به جاسوسی چین را که بر فراز خاک این کشور پرواز می‌کرد ساقط کند. به بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت همانطور که هفته گذشته روشن کردیم، اگر چین حاکمیت ما را تهدید کند، برای محافظت از کشورمان اقدام خواهیم کرد و ما این کار را کردیم. جمهوری خواهان در کنگره منتقد تأخیر آقای بایدن در ساقط کردن بالون چینی هستند و میگویند چرا وی برای اقدام علیه این بالون 1 هفته صبر کرده است. وی در مورد تهاجم روسیه به اوکراین گفت
ما با هم کاری را انجام دادیم که آمریکا همیشه در بهترین حالت ممکن انجام می‌دهد. ما رهبری کردیم، ما ناتو را متحد کردیم و یک ائتلاف بین‌المللی ساختیم. ما در مقابل تجاوزات پوتین ایستادیم. ما در کنار مردم اوکراین ایستادیم. برخی سخنان بایدن را که بیشتر بر روی مسائل اقتصادی تکیه کرده بود، نمادی از تلاش وی برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی می‌دانند. این در حالی است که اکثریت دموکرات‌ها نیز نمی‌خواهند بایدن به دنبال یک دوره دیگر ریاست جمهوری باشد. پس لرزه‌های بالون چینی همچنان فضای سیاسی واشنگتن را متشنج نگه داشته است. یک هفته پیش امریکا یک بالون چینی که مشکوک به جاسوسی بود را سرنگون کرد، هرچند با تأخیر چند روزه. در طی این مدت بسیاری از منتقدان جو بایدن از جمله نمایندگان جمهوری خواه او و دولتش را سرزنش می‌کنند که در این باره دیر اقدام کرده و دولت او دچار سهل‌انگاری در زمینه موضوع امنیت ملی شده است. حالا ما یک هفته پس از این بگومگوها برخی دیگر از نمایندگان و نزدیکان دولت میگویند که حضور بالون‌های چینی در فضای امریکا موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا سابقه دارد. این نمایندگان استناد می‌کنند به برخی گزارش‌های اطلاعاتی ارتش امریکا در آن زمان، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ. شبکه خبری CNN که این گزارش ها را پوشش می دهد می گوید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ارتش امریکا گزارش های متعددی را مبنی بر حضور بالون های جاسوسی چین به ویژه در ایالت فلوریدا و هاوایی را منتشر کرده است. از جمله در سال 2019 یک بالون در ارتفاع 65,000 پای بر فراز آسمان هاوایی و فلوریدا مشاهده شده. CNN میگوید این گزارش ها نشان میدهد که ارتش امریکا بسیار پیشتر از اینکه بالون اخیر سرنگون شود از حضور چنین بالون های در آسمان این کشور مطلع بوده است. به نظر میرسد این گزارش ها پاسخی است به انتقاد برخی نمایندگان جمهوری خواه که در طی یک هفته گذشته بارها ریاست جمهوری امریکا و سازمان‌های دفاعی این کشور را مورد نقد قرار دادند که چطور امکان دارد یک بالون چینی سر از آسمان ایالات متحده در بیاورد. چین قویاً این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید این بالون یک بالون تحقیقاتی است که در زمینه هواشناسی فعالیت می‌کرده است. اما همزمان با این رویداد مشاهده چند بالون دیگر در نقاط دیگر آسمان امریکا صحت ادعای چینی ها را زیر سوال می برد. حالا ما شبکه خبری CNN می گوید که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم دست کم سه بالون مشکوک چینی بر فراز آسمان امریکا دیده شده و گزارش های آن توسط نهادهای اطلاعاتی و ارتش امریکا جمع‌آوری شده بود. روابط پرتنش دو کشور که از دیرباز بر سر موضوع تایوان همواره به چالشی برای دولت‌های گوناگون امریکا تبدیل شده بود، اکنون با حضور این بالون‌های جاسوسی ابعاد تازه‌تری پیدا کرد. تا آنجا که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا سفر خود به چین را به حالت تعلیق درآورد.